اونطور که مواظب باشید اولا نامه به این بلندی واسه من ننویسین چون اصلا اینجا باید وقت همه رو بگیرم اینه بخونم بس مجبورم برم خونه بخونم و دیده که دیگه این که تشریف میارید اینجا مواظب این سیما باشید چون سیما خط بشه ما با این صدای قرازه دیدیم تیم بخونیم یه خواهشی هم که از شما دارم به خاطر اینکه همتون لابد اطلاع دارید یه چیزی من ندارم که شما اطلاع نداشته باشید ازش و میدونید که چشمام عمل کردم و لنز رو تو چشمامه لنزام چون خیلی از لنزای کلفته و ناراحت میکنه وقتی منو نور به فلشی به من بزنه تو چشمم اینه که اگر بخواید عکس بگیرید منتظر باشید آخر برنامه قول به تو میدم میام در خدمتتون بالا و میشینم اونجا با همتون عکس میگیرم و از پهلو عکس از معذرت میخوام از خانمی که دختر خانمی که اومد اینجا میده دختران خب یه خورده بهشون بر میخورده دیگه دخترم دیگه چیکارش میشه که اومد اینجا من عکس میگه گفتم نه خانم عذر میخوام ازت دلیلش همین بود و امیدوارم که منو ببخش نه یکی عجب آدم این چیزیه این آره خلاصه تو هم از دختر من بود اما براتون چه میخواستم بخونم؟ گل سرخ رو میخواستم بخونم
مجمع میخوندم یه خانمی خیلی ناراحت شد، گریه میکرد خیلی، بالاخره من پشت صحنه و گفتم خانم چرا اینقدر گریه میکنه؟ من اصلا باغزم گرفته باشن. گفت من اصلا هر آهنگت برای من خاطر از شما یاد خود. گفتم پس ببین من خودم باید چقدر گریه کنم هر آهنگی که میخونم. مثل هر دفعه که میخونم تمام این آهنگسازش، نمیدونم شاعرش، اگه آهنگساز خودم باشم که خب اون فراموش میکنم جا به جا و یادش شاعرش میفتم، اگه شعرشم خودم گفته باشم باز اونم نباشکی ردش میکنم از بغل گوشم. ولی خب واقعا میگم تمام اون زمان اوکی tout à l'heure. Vous m'allez là, moi. Je sais parler très bien français. Après, moi, que tu me dis? Moi. Dans moi, j'ai un professeur. Oh, merci, Franck. Bonjour, bonjour. خانم عباسیه خیلی اینقدر ماه با خودم زن خیلی خیلی یه پارچه اخلاقه. قربونت برم شما و عباسی و تمام فامیلتون، خیلی محبت کردیم، من خیلی متشکرم ازتون. خب کله وار بزن بریم. I'm not afraid.
میدونم که بعضی از آقایون زنهای فرانسوی دارن، بعضی از خانم ها شعر فرانسوی دارن. بیشتر آقایون زنهای فرانسوی دارن از که تا خانم ها شعر فرانسوی، یا برعکسه چطوره؟ حالا نکته‌ای که میخوام با آقایتون برسونم اینه که شادی برای خواب معصومانه عشق، کمک کن به سری از گل بسازی، برای کوچشم هنگام وحشت، کمک کن با تن هم گل بسازی، کمک کن سایه بونی از ترانه برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن با کلامی عاشقانه برای کوچشم مرهم بسازی. گوش نازنین، با اجازه شما خوندم، عاشق این آهنگ و شعر و عاشق خودتم، خیلی دوستت دارم. فقط یک کلمه بگم که من از روزی که تصمیم گرفتم که خواننده بشم، چون هنرمند سینما بودم، فقط به خاطر وجود گوگوش بوده، چون انقدر دوستش داشتم که میخواستم منم خواننده بشم. قربونت برم، خیلی خوشحالم که امشب در کنار تو نازنین هستم. شب همگی خوش. مرسی بابک. شادی، جدا از این که دیدید که لیلا فروهر به عشق گوگوش میاد خواننده میشه، خیلی ها به عشق گوگوش خواننده شده، این دختر اون موقع همه خب مثل همه دیگه، یارو به عشق فردین میخواد فردین بشه، اینها رفتن و خلاصه یک دورانی بود اون موقع. حالا یکی از بزرگترین شخصیت های پیشین ما در هنر خوانندگی یه زن بودن و یه مرد، یکی نعمت آقاسی، یکی سوسن، هر دوتاشون هم آقا و خانم. سوسن واقعا عشقی بود، چند بار اینجا پاریس مهمان من بود، خانمی بود سوسن. و آقاسی صیاد، پاریس صیاد، کار خوبی که کرد این بود که توی کافشو تو برنامهش آقاسی رو آورد. آقاسی رو این روشن فکری که اونجا نشسته بودن کنترل میکردن رادیو تلویزیون را نمیدادن، به اونها رو آورد اونجا و آقاسی خوند. و حالا من یک سال دوست و برادر عزیزم عباس صرافیان که در آلمان شهر کلن بود، یک امپراتوری داشت عباس صرافیان و انسان با شرف و میهن دوستی بود، کلی به جنبش انقلابی ایران تو این 40 سال، چند سال در گذشته از جان رفت، کمک کرد، خدمت میکرد، خیلی خدمت میکرد، خیلی جشنهای آریایی ایرانی، کنسرت های بزرگی که اونجا برگزار میشد رو همیشه پولش رو ای اول میداد، چون تو باید بیانه بدی سالن بگیری فلان کنی، به بچه ها کمک میکرد، پول میداد، اینا باید فروش میکردن بهش میدادن، پس میدادن. یه روز من زنگ زد گفت آقاسی اومده و اینجا برنامه داره، پاشو بیا مهمون منی. من بارها شده بود که از پاریس رفاقت، یعنی این برای تولد بچهش، برای خودش، هر چی میگفت پا میشدم 6 ساعت میرفتم 6 ساعت برمیگشتم آلمان شهر کل. رفیق با وفایی بود، خیلی با وفا. بعد رفتم اونجا، آقاسی رو صحنه بود و بعد دیدم یه جوونی رو آقاسی معرفی میکنه به نام احد آقاسی. بعد رفیقم علی آبادانی که اونجا بود، علی آبادانی گفت آقاسی همه زحمتاشو ایشون کشیده. و احد آقاسی یک جوانی بود که شبیه آقاسی و شبیه آقاسی هم میخوند.